گیره اینن که دو تا چهار تا اینجوری میشه حال آدم دیگه. من فقط یک واقعا حالا جدی، خیلی جدی، نه خیلی هم طولانی نمیخوام صحبت کنم، فقط خواهش میکنم، خواهش ازتون میکنم، عاجزانه خواهش میکنم، خبری نیست، خبری نیست الان بریم پولاتونو جمع کنین یا بریم باباتون بگین تو رو خدا بیا بریم 35 میلیون تومان برام کنسول نکنید. نکن. حالا میگیم چرا نکنید، در ادامه یه آیتمی هم داریم. دقیقاً همینه، میخوام بگم با این بریم اون آیتم رو ببینیم. الان اونو ببینیم. الان اونو به به. یه آیتمی براتون آماده کردیم. پیش بینی ماست نادر از در واقع قیمتی که ممکنه PS5 به دست ما در ایران برسه، چه در روزهای اول و اینکه در چقدر مثلا زمانی ممکنه قیمتش به تعادل برسه. حالا یه سری چیزای دیگه هم توش هست، حالا خودتون میتونید ببینید دیگه. دقیقاً. آره. بریم ببینیم و برگردیم. اجازه بدید منصف باشیم و از شباهتمون تو یه مورد بازارهای جهانی بگیم، اونم پیش فروش کنسوله. با یک هشتگ‌گذار ساده تو سایت ها و صفحه اینستاگرام متوجه میشین که پیش فروش PS5 این روزا خیلی داغه. ما تو بررسی هامون قیمت های زیادی دیدیم، از 18 میلیون تومان برای نسخه عادی تا 35 میلیون. یکم که بیشتر گشتیم و با یه منبع معتبر از بازار که نخواست اسمش فاش بشه صحبت کردیم، فهمیدیم یه سری داشتن از شهریور پیش فروش میکردن. از شهریور، یعنی اون موقع خود سونی هم هنوز تصمیم نگرفته بود که آیا پیش فروش میخواد بکنه یا نه. یعنی واقعا ما به پیشرفته عجیبی تو حوزه تجارت و اقتصاد رسیدیم. ما از خود سونی زودتر پیش فروش کردیم، یعنی یه زیرپله تو دارک ترین قسمت اون پاساژ معروفه از سونی تو پیش فروش کنسول خود سونی پیشی گرفته. حالا اینا رو که باید تحمل کنیم، هیچ، باید این فیلتر جدیدای اینستاگرام هم تحمل کنیم. فیلتر اضافه کرده کنسول PS5 رو میذاری تو عکست. دوستان همیشه حاضر در صحنه هم فرصت و غنیمت شمردن و شروع کردن به تیپ زدن که PS5 رسید و بیایید از ما بخرید. به هر حال توصیه ما به همه اینه که تا جنس رو ندیدید دست تو جیبتون نکنید که ناراحت میشن واقعا. خلاصه بعد از اینکه یه نگاهی به سایت هایی مثل ایبی انداختیم و یه سری تماس هم با دبی گرفتیم، فهمیدیم همین الان قیمت کنسول ها روی این سایت ها روی 1500 دلار یا 4000 درهم میچرخه که همون میشه هولوش 40 میلیون. البته بگم این قیمته مشخصه واسه روزایی که ما هنوز به تاریخ عرضه کنسول نرسیدیم. قاعدتا یه سری هستن که خب کنسول زودتر میپوشن و پولش هم میبینید 4000 درهم یا 1500 دلار میگیرن. با این حال پیشبینی و پرسجوهای ما نشون میده که روز عرضه و روزهای پشت سر اون تو ایران احتمالاً کنسول قیمتی هولوش 28 تا 32 میلیون خواهد داشت. البته انتظار داریم که این قیمت به مرور و با خابیدن آتش اونایی که با هر قیمتی هر چیزی بدی میخرن و خوراک سوء استفاده از خودشون دریجونن به قیمت جهانی عادیش نزدیک بشه. این قیمت برای نسخه دیجیتال یا همون نسخه 400 دلاری یه چیزی هولوش 12 میلیون و برای نسخه معمولی یا همون که دیسک میخوره یه چیزی هولوش 15 میلیونه. حالا اینکه چجوری من از الان دارم قیمت دلار اون موقعی که کنسول میاد پیش بینی میکنن، واقعا به خودم تبریک میگم من. خلاصه که دوستای عزیزمون تو زومجی و جاهای دیگه، با این قیمت های عجیب و غریب خرید نکنید تا تبدیل به عرف نشه. تا وقتی هم جنس رو ندیدید پول برای کسی واریز نکنید تا خدای نکرده اتفاقات بدی برای خودتون و خانوادتون نیفته. این دفعه اونوریه، ولی نکنن این کارو، نکنن نکنن واقعا نکنید. حالا یه سری هستن خب پول دارن، اونا نکنن، اونا هم نکنن، اونا اصلا اونا فقط نباید این کارو بکنن. دقیقا. من و تو و بقیه که نمیتونیم دقیقا. این کارو بکنیم یا یعنی نکنیم، نمیدونم کدومش، ولی ما منتظریم که قیمت کنسول در واقع برسه به جایگاهی که هست